اسرائیلی رژیم یو ځل بیا د لبنان په بیروت ښار بریدونه کړي او لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دې وړاندې یوه ورځ وړاندې دوی د غزې پر ښار هم حملې کړي او لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. تازه د امریکا بهرنیو چارو وزیر تل ابیب ته تللی و او د اوربند غوښتنې هم کړې ده او یادونه کړې ده چې دوی د جګړې ملاتړي نه دي او په دغه سیمه کې باید د جګړې مخنیوی وشي. په هر صورت بازار چې د منځني ختیځ کړکېچ و کړکېچن وضعیت کوم لور ته روان ده او پر سیمې به یې اغېزې څه په ټوله کې افغانستان ته یې څه راګرځي. په دغه ټولو واړو مسایلو بحث کوو. په بحث کې راسره دلته په سټوډیو کې د پوهنتون استاد فایق هشام صاحب راسره ده او د سکایپ له لارې راسره ډاکټر سید جواد سجادي صاحب راسره مل شوي دي. سجادي صاحب ډېر ښه راغلاست. په خیر راغلی غواړم. بس هم له تاسو راپیل کړم. اسرائیلي رژیم یو ځل بیا د لبنان پر بیروت ښار بریدونه کړي او لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله هم اړول دی. دوی د بریدونو لړۍ په غزې لویدیځه غاړه کې هم دوام لري او بالاخره امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم هلته تللی ده او یادونه یې کړې ده چې دوی باید اوربند رامنځته کړي. په دغه سیمه کې د اوربند غوښتونکي هم دي. ستاسو له نظره منځني ختیځ کې څه روان دي؟ من سلام دارم خدمت شما مهمان محترم حاضر در برنامه و بینندگان بینهایت عزیز تلویزیون یک. از سوال شما بسیار سوال بزرگ پیچیده و اساسی هست. اساسا بحران خاورمیانه بحرانی بیعدالتی هست، بحرانی تبعیض هست، بحرانی غصب سرزمین هست، بحرانی کوچاندن مسلمانان از خانه هایشان هست. بنابراین تا زمانی که بیعدالتی وجود داره، غصب سرزمین وجود داره، شهرک سازی وجود داره و اساسا برای برخی از ملت ها و برای برخی از پیروان ادیان مثل مسلمانان حق تعیین سرنوشت وجود نداشته باشد، ما نباید انتظار آرامش را داشته باشیم، نباید انتظار صلح پایدار را داشته باشیم. بنابراین کسانی که از اولا از آتش بس سخن میگویند، در ثانی از صلح سخن میگویند، در ثالث از آرامش پایدار سخن میگویند، این مؤلفه ها بدون عدالت، بدون برابری، بدون حق تعیین سرنوشت امکان نداره. ببینید شما نگاه کنین، از زمانی که اسرائیل به وجود آمده بر اساس قطعنامه سازمان ملل تا الان که بودن بیش از 70 سال میشه، ببینید که سرزمین های مسلمانان یا مخصوصا سرزمین های فلسطینی ها چقدر بزرگ بوده و بعد از اون به تدریج چگونه آمده این کوچیک شده و کوچیک شده و کوچیک شده و الان هم میبینیم که اساسا در واقع در غزه اونجا که الان شبیه هیروشیمای ژاپن شده که آمریکایی‌ها علیه او بمب اتمی استعمال کرد، در واقع یک جای در کره زمین هست که متراکمترین جمعیت جهان را دارد. اساسا بسیاری از آدمای منصف، بسیار از تحلیلگران منصف اون را زندان یا بندیخانه سرباز نامیدن. در نتیجه تا این وضعیت وجود دارد نباید انتظار آرامش داشت. ممکن است با خشونت، با جنگ، با نسل کشی، با ارعاب، با استفاده از بمب‌های فسفوری بشود اساسا سیاست زمین سوخته را در واقع تعقیب کرد و ساختمان ها را به خاکستر تبدیل کرد، استخوان ها را به خاکستر تبدیل کرد، ولی باز هم از زیر این خاکستر آتش های بلند خواهد شد و شعله‌ور خواهد شد. در نتیجه آنچه مهم هست این که در خاورمیانه باید یک صلح مبتنی بر عدالت، برابری و نفی تبعیض به وجود بیاید که در سایه این صلح پیروان تمام ادیان، اهم از یهودیت، اهم از اسلام، اهم از مسیحیت، بتواند حق تعیین سرنوشت داشته باشد و بتواند در مورد آینده خودشان تصمیم بگیرد. بسیار زیاد تشکر. انشاءالله برمیگردیم. هشام صاحب، اسرائیلی رژیم یو ځل بیا د لبنان په بیروت ښار بریدونه کړي دي. په غزه کې د جبالیا په کم هم دوی بریدونه کړي. تېره ورځ امریکا بهرنیو چارو وزیر هم هلته بیروت ته تللی او د اوربند غوښتنې هم کړې ده. په ټوله کې منځني ختیځ کې اسرائیلي او ملاتړي یې، اسرائیلي رژیم او ملاتړي یې څه غواړي، څه رامنځته کوي دوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
سلام خدمت شما، خدمت جناب سجادی صاحب. علیکم سلام. همچنان مخاطبان تلویزیون شما، ببینید با تهاجم زمینی دشمن تروریستی اسرائیل بر خاک لبنان از طریق شمال یا مرزهای شمالی، زنگ خطر بزرگ از انفجار نیرومند در خاورمیانه زده شده و آنچنان که برخی از دیپلمات های کشورهای غرب آسیا گفتند که منطقه شرق میانه در آستانه یک انفجار بزرگ قرار داره یا به یک بشکه بارود تبدیل شده که قرار است یا در شرف انفجار است، دشمن تروریستی اسرائیل این مسئله را تسهیل می بخشد. با حمایت تمام عیار و تمام قد امریکا، با حمایت های گسترده تسلیحاتی، استخباراتی، نظامی، مالی و همچنان اطلاعاتی، دشمن در حال ارتکاب جنایات جنگی، نسل کشی هم در غزه هم در لبنان و در برخی موارد بر سوریه و اینجاها است. وزیر خارجه امریکا هم که اخیراً به اراضی اشغالی سفر کرده و در تل ابیب با سالار قصابان غزه بنیامین نتانیاهو دیدار داشت، تا این دیدار آنچه که از دوربین رسانه ها پنهان ماند، توافق روی هدف قرار دادن اهداف در جمهوری اسلامی ایران از طرف رژیم تروریستی اسرائیل است. و اما بیرون از این دیدارها گفته شده که وزارت خارجه آمریکا گفته که او بر برقراری آتش بس تاکید کرده. اینها باید توجه داشته باشیم که آمریکا در وزارت خارجه آمریکا در برخی موارد از دو طریق وارد میشه. از یک طریق اعلامی و از طریق دیگر هم اعمالی. در طریق اعلامی همیشه تاکید بر برقراری آتش بس این مسائل میشه و همچنان تبلیغ میکنن که بنیامین نتانیاهو افسارش از دست ما جسته و او در بعض مورد اختلاف نظر با سران و متصدیان کاخ سفید اینها داره، ولی که واقعیت همری است که از طریق هم مجاری یا این سیاست اعمالیشان در حال توسعه بخشیدن پایگاه نظامی غرب که همین رژیم تروریستی اسرائیل است بر خاورمیانه هستند، الهی که برخی از قدرت ها در برابر اینها استاد چه و اینها را نگذارند، که در حال حاضر کشورهای عربی نظیر سعودی، نظیر امارات و همچنان اردن، مصر، اینها که مهر سکوت بر لب گذاشتند، ولیکن در باب جنایات اسرائیل هم اینها خاموش هستند. ولیکن آنچه که دیده میشه واقعیت‌های میدانی است که هم در غزه هم در لبنان و همچنان در یمن، در عراق، در اینجا دیده میشه که یک مجموعه در برابر جاه طلبی ها توسعه این پایگاه نظامی استاد شدن و با دادن سر، مال و جانشان در اینجا استاده است. بله. خب دلتا اوس د منځنی ختیځ کرکچن وضعیت است. تاسو له نظره کوم لور ته روان شوی ده؟ کوم لور ته غځیږي دا وضعیت؟ سبب چیرته لړ شي دا وضعیت؟ چیزی که وجود داره ای است که چشمانداز آینده ممکن برخی از کشورها یا برخی از گروه ها از برخی کشورها وارد معرکه شوند که او در حمایت از مقاومت فلسطین است. امکان داره که آنچنان که طی یک ماه گذشته ما دو مورد هست، رشادت برخی از جوانان و همچنان مردم اردن در برابر اسرائیل بودیم، امکان دارد که تحرکات و اقداماتی از محور سوریه صورت بگیره بر دشمن، از محور مصر صورت بگیره، با آن که برخی از رژیم های حاکم در این کشورها از آغاز نبرد طوفان اقصا تا اکنون در باب جنایات دشمن خاموش بودند و با چراغ صبر اینها برخی این جنایات صورت هم میگیره، ولیکن در بعضی حالات میشه که ملت ها را نمیتوان کنترل کرد. سناریوهای وجود داره که ممکن این کشورهایی که خدمت شما اسامیشان عرض کردم از اینجا تهدیدات علیه اسرائیل و تحرکات هم صورت بگیره، و اما اسرائیل با چراغ سبز امریکا در حال ارتکاب جنایات جنگی در همه محور هاست. حالا شما میبینید که در داخل غزه خیلی از خبرنگاران اضافه تر از یا نزدیک به 200 خبرنگار به شهادت میرسه و همچنان کادر طبی که در اونجا به شهادت میرسن، گروه های امداد و نجات که در حال تخلیه مجروحان و
قربانیان حملات دشمن تروریستی اسرائیل از دیر آورها اینا مورد هدف قرار میگیرند. و این امکان داره که دامنش از غزه و لبنان هم فراتر برود. بخیر باشین، انشالله برمیگردیم. دکتر صاحب، نقش قدرت جهانی در تشدد یا کاهش بحران خاورمیانه بر زندگی روزمره مردم این منطقه چگونه است؟ ببینین، ایالات متحده به عنوان ابرقدرت فعلی یا به عنوان تنها ابرقدرت دنیا اونگونه که باید در قبال خاورمیانه یا بهتر است بگیم در قبال بحران خاورمیانه مسئولانه عمل نمی کند. یعنی اونها در عین حالی که اعلام می کند که خواهان آتش بس در غزه و در لبنان می باشد، ولی فشارهای لازم را به اسرائیل نمی آورد و فشارهای لازم را به شخص بنیامین نتانیاهو نمی آورد تا اون را از ارتکاب جنایت باز دارد. یعنی نه تنها فشار نمی آورد، بلکه عملا قدرت‌های غربی و مخصوصا ایالات متحده از اسرائیل پشتوانی همه جانبه به عمل می آورد. بارها و بارها ما شاهد بودیم که ایالات متحده اعلام کرده که خود را متعهد به حمایت از اسرائیل می‌بیند، در حالی که ایجاب می‌کند، یعنی هم اخلاق و هم حقوق بشر و هم نظم بین الملل و هم چشمانداز صلح خاورمیانه ایجاب می‌کند که ایالات متحده اعلام بکند که خود را متعهد به حقوق بشر، متعهد به کرامت انسانی، متعهد به صلح پایدار می‌داند، ولی عملا چنین چیزی نمی‌گوید. می‌گوید خود را متعهد به حمایت از اسرائیل می‌داند و عملا انواع و اقسام تسلیحات را به اسرائیل سرازیر می‌کند و حتی گزارش‌های وجود دارد که برخی از کماندوهای ایالات متحده در کنار سربازان اسرائیلی می‌جنگد. یعنی شما دکتر بخن سره یو بازده هم راځي چې خب د پرده پر مخ دغه ملاتړ یو څو وی بیا پس شبل څو د جګړې ملاتړ نه دی، بشر وژنې ملاتړ نه دی. دا خبر را منست کیږي خه حل لري سکدل شي بیا څوک باید خلق قانې کړ ترسو دا پريومن جتاسو د بشر وژنه تر سره کوي د جګړې ملاتړ هم یا دغه منطقه کې کوم نامنی رئیس ده هم تاسو تر سره کوي څوک قانې کولی شي؟ خب ببینید، در اون چی که برخی از قدرت ها سخن میگوید و مثلا ایالات متحده که ما در غزه نسل کشی نمی بینیم، ما در غزه جنایت جنگی نمی بینیم، ولی عملا اون چرا که وجدان های بیدار می بیند، اون چی که لنز دوربین های خبرنگاران منصف به دنیا مخابره می کند و انعکاس می دهد، عملا ما با یک کشتار سیستماتیک در غزه رو بریم، با یک جنایت بشری در غزه و لبنان روبرو هستیم و به نظر می رسد که ما یک قدرت فائقه نداریم که اینها را قانع بسازد که اینجا عملا نسل کشی وجود دارد و عملا در حقوق بشر دوستانه زیر پا می شود و عملا حقوق بشر دوستانه نقض می شود. اون چه مهم هست این که قدرت های غربی برای افکار عمومی دنیا و برای افکار عمومی کشورهای خودشان ممکن است در موارد از آتش بس سخن بگوید، از صلح سخن بگوید و از اینکه اسرائیل باید خشتنداری بکند و عملا باید قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه را رعایت بکند، اما در زیر کار و در پشت پرده نه تنها عملا به چیزهایی که میگویند پایبند نمی باشند، بلکه عملا چنان که در بخش اول بیان کردم به صورت تمام عیار و به صورت تمام قد از اسرائیل حمایت میکند. اون چه مهم هست این که ما در جای تأسف هست، البته در کشورهای اسلامی هم میبینیم که جدای این که برخی از رژیم ها، برخی از دولت ها با به صورت پنهانی و به صورت پشت پرده با ایالات متحده و با اسرائیل هم نوا و هم صدا میباشد، ولی اساسا ما در میان ملت ها هم
یک تظاهرات، یک اعتراض مسالمت آمیزی مدنی نمیبینیم که اینها به صورت میلیونی و به صورت گسترده به سرک ها بیاید، اعتراض بلند و فریاد بزنه که در خاورمیانه، در غزه، در لبنان، در پیش چشم جهانیان، در دنیای مدرن و در قرن 21 عملا یک دولت دارد به صورت سیستماتیک نسل کشی میکند و مرتکب جنایات جنگی میشود. بسیار تشکر. درانو لیدون که لرنه دامل رو بیرتره کردسو. بیا هم خرغلاس استوری ماشه. هشام صاحب وایی چه امریکا و ملاتری دی اسرائیل و ملاتری دوی وایی چه جګړه ملاتړ نه دی وژنه تر سره کې دوی د اسرائیل نه حمایت کوي، خو په حقیقت کې بل سره روان دي. کم دا پښتنه له تاسو هم پښتو کوم پښتنه ډاکټر صاحب څخه پښتله چې دغه خلک څو قانع کولی شي، څنګه باید دوی قانع شي تر څو د اروپا ژنه شي حقیقت دلته دا او دا جنایت تاسو تر سره کوي؟ حبیبیت، ما یک نقل قولی از برادر مجاهد شهید عبدالعزیز رنتیسی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس که در سال 2004 از طرف دشمن تروریستی اسرائیل به شهادت رسید و او هم 4 ماه بعد از تصدیش بر جنبش حماس به شهادت رسید، در یک سخنرانی میگه که اگر شما هزاران و ده ها هزار سخنرانی و اعلامیه و بیانیه پخش بکنید در نکوهش کردار و اقدامات و جنایت های دشمن، این اثرگذار نخواهد بود مگر یک گلوله ای که به قلب دشمن شلیک شود. و او در ادامه سخنش افزوده که دشمن زبان زور را می فهمد، بدون زبان زور دشمن به هیچ چیز تمکین نمی کند. بله. همو بود که برادران مجاهد ما در جنبش حماس آمدن و به ایجاد و همچنان تقویت ساختارهای نظامی در ابعاد مختلفش پرداختن و روزی توانستن معرکه حماس آفرینانه و قهرمانانه طوفان اقصا را براه اندازند. مطابق با سوالش که شما مطرح کردین که چه کسی قانع کرده میتونه دشمنه که از دست از جنایات خود بکشه، همین است که واقعیت‌های میدانی تعیین میکنه که دشمن چی کار باید بکنه. اگر شما امریکا را ببینید، خب امریکا در مقام حمایتگر نیرومند اسرائیل است. البته اینجا باید تصریح بکنیم، اسرائیل فقط یک پایگاه نظامی غرب در خاورمیانه و در قلب خاورمیانه است. بنابر اهمیت استراتژیک و جیوپولیتیکی که سرزمین فلسطین داره، به این لحاظ دشمن هیچ زمان اسرائیل را از دست نمیده و همه اقدامات و تحرکات و کردارهایی را که در اسرائیل علیه مردم فلسطین صورت میگیره از همیش طرفداری میکنه و او را اعلام میکنه که اسرائیل از خود حق دفاع مشروع را دارد. یعنی دوی گرد را تصدر بیا. بله، فایده دشمن دهی است که از این طریق بتانه سیطره بر خاورمیانه داشته باشه و همچنان با این سیطره که میتانه بر خاورمیانه داشته باشه کنترل بکنه بسیاری از گروه های اسلامگرا را. یعنی شما میبینید که جلوگیری از به قدرت رسیدن یک سازمان اسلامی، یک گروه اسلامی در یک کشور خط سرخ است برای امریکا. صحیح. و در این صدد است که امریکایی ها در حمایت از اسرائیل قرار می گیرند. شما تجربه اخوان المسلمین را در حکومت داری در مصر دیدین که به مجرد این که اخوان المسلمین به قدرت می رسه، یک سال از این به قدرت رسیدنش نمیگذره که هم در نتیجه انتخابات روی کار آمده بودن که این حکومت سرنگون میشه. یعنی هر کسی که علیه اسرائیل استاد شود، امریکا، اسرائیل و برخی از مزدوران امریکا در خاورمیانه علیه او استادگی میکنن و علیه او تعتعه میکنن تا او را براندازن. این تجربه وجود داره. در امریکا شما میبینید که ابزارهایی که امریکا در اختیار خود داره چیست؟ یکی ارزش‌های آمریکایی است یا ارزش‌های غربی. بر اساس ارزش‌های غربی در بعضی کشورهایی که منفعتشان ایجاب بکنه از مسائل حقوق بشر، از مسائل حقوق زن و از مسائل مانند دموکراسی یاد میکنن و در برخی کشورهایی که منفعتشان ایجاب نکنه از این مسائل هیچ خبری نیست. حالا شما در اسرائیل ببینید که علیه مردم غزه چی میگن. خب سازمان‌های جهادی فلسطین را شما کنار بگذارید، این کودکان و زنان و سالخوردگانی که به شهادت میرسن مگر اینها تفنگ در دست دارن؟
شما اگر ببینه که در مصر زندان هایی که وجود داره و بسیاری از مخالفین سیاسی خود را عبدالفتاح سیسی در زندان انداخته، اینا که تفنگ در دست نداشتن، یا جا کشورهای مانند عربستان سایر کشورها را ببینید، امریکایی ها تلاش بیشترشان در این راستا معطوف است که از طریق ابزارها و احرمهای در برخی از موارد که منفعتشان ایجاب بکنه اینا وارد شوند. در امریکا گفته میشه که خب مردم سرنوشت را تعیین میکنن و مردم هستن یا افکار عمومی است که میتونن حکومت ها را براندازن. حالا شما میبینید جنبش دانشجویی که در امریکا شکل گرفت، در کشورهای اروپایی شکل گرفت، حتی دانشگاه آمدن در این مسیر استاد شدن دانشجویان، اینا آمدن، اعتراضات سنگینه. هیچ روز نیست که در نیویورک شما شاید اعتراضات ضد جنگ در غزه نباشین، اما اعتصابی که کردن، اعتراضی که کردن، هیچ آب از آب تکان نخورد و یک مقام امریکایی هم موجب نشد که از مقامش بر اساس این فشار عمومی اینا کنار برن. اینجاست که شما میبینید که جنگ بین حق و باطل است. تا زمانی که این جبهه حق در مقابل باطل یا باطل را سرکوب نکنه و علیه از او از فشار بیشتر استفاده نکنه، به شکل دوامدار این جنایت ها ادامه پیدا میکنه و این استادگی در مقابل دشمن هم ادامه پیدا میکنه. یعنی شما ابزارهای فشار را بالای امریکا نداره که او بیای از اسرائیل قطع حمایت بکنه. هر هفته تسلیحات مختلف نه و داخل اراضی اسرائیل جنایتونه و امریکا بارس را ملتنیم. فقط تنها راه استادگی در برابر غرب، در برابر اسرائیل، گزینه زور و گزینه مقاومت و این فشار است. شکر، بخیر باشینم. دکتر صاحب، شما فردا وضعیت خاورمیانه را چگونه میبینید؟ ببینید عملاً بحران در خاورمیانه با اشغال اراضی بحران وجود داشت. با عملیات طوفان الاقصا در هفت اکتبر 2023 این بحران اوج گرفت و با هدف قرار گرفتن کنسولگری ایران در دمشق این بحران به نقطه عطف و به نقطه اوج خودش رسید. بعد از اون ما میبینیم که این بحران، سرعت این بحران و غافلگیری این بحران عملا غیر قابل پیشبینی است. پس از اون ما میبینیم که ایران به اسرائیل حمله کرد و بعد از اون باز هم اسرائیل به اصفهان حمله کرد و بعد از اون ما میبینیم که در ایران اسماعیل هنیه ترور شد، رهبران حزب الله در لبنان ترور شد، پیجرها منفجر شد و بعد از اون ما میبینیم که سنوار در غزه کشته شد. عملا ما میبینیم که وضعیت به یک نقطه بحرانی رسیده که حتی طرفهای درگیر، یعنی عملا اسرائیل خودش هم نمیداند که قضیه به کدام سمت میره و حتی ایران هم نمیداند که قضیه به کجا ختم میشه. اونچه مهم هست این که ما فعلا در یک وضعیت بسیار بسیار بحرانی هستیم و امکان این وجود دارد که هر آن شعله جنگ منطقه‌ای در ابعاد گسترده شعله‌ور شود و این مستلزم این هست که طرف‌های درگیر اساساً باید خیشتنداری بکند و مسئولانه رفتار بکند. و اما یک طرف این قضایا و یک طرف این مناقشه که اسرائیل هست، ما میبینیم که عملاً هیچ قواعد و هیچ مقررات را رعایت نمی کند به حقوق بشر، به قواعد حقوق بشر دوستانه که اساساً قواعد ناظر به مخاصمات مسلحانه است پایبند نیست، به منابع مالی حمله می کند، به غیر نظامی ها حمله می کند، به شفاخانه ها حمله می کند، به اردوگاه ها حمله می کند و حتی به چادرها و جاهایی که عملا غیر نظامی ها سکونت دارد حمله می کند. در نتیجه ما عملا نمیدانیم که فردای خاورمیانه چگونه خواهد بود، ولی تنها چیزی که میتوانیم بگوییم این که اولا این بحران با جنگ، با خشونت، با تشدید خشونت به سرانجامی نمیرسد و اساسا این جنگ برنده‌ای نخواهد داشت. درست است که اسرائیل به لحاظ تکنولوژی دست برتر را دارد
درست است که اسرائیل حمایت ایالات متحده به عنوان ابرقدرت جهان را پشت سر خودش دارد، اما در این طرف هم نیروهای مقاومت و ایرانی ها هم حریفان کمی نیستند. یعنی پارسال وقتی اسرائیل به غزه حمله کرد، به انتقام عملیات حماس گفتن ظرف 3 یا 4 روز و در نهایت ظرف 1 هفته میآید قضایای حماس را و قضایای غزه را و سر و تهش را جمع میکنه و اساسا گروگان ها را آزاد میکنه و حماس را نابود میکنه. یعنی این دو هدف عمده ای بود که اسرائیل با این دو هدف به غزه حمله کرد و بعد از بیش از 1 سال است که ما میبینیم که حماس از بین نرفته و هنوز بیش از 100 نفر گروگان اسرائیل در اختیار حماس هست و حتی بالاتر از این ما میبینیم که در امروزه با اینکه غزه به خاک یکسان شده، ولی از میان این ویرانه های خاک نظامیان حماس سر بیرون میاره و برخی از فرماندهان اسرائیل را شکار میکنه. اون چه مهم هست این که این جنگ برنده نمیداشته باشد، این جنگ با تشدید خشونت به پایان نمیرسد. راه این بحران تنها صلح عادلانه است. بخیر باشه. خیر هشام صاحب، تاسو د منځنۍ ختیز وروستۍ وضعیت ته په کتو سره سبا د منطقې او د سیمو د منځنۍ ختیز وضعیت څنګه ګورئ؟ خیر یو لور ته که وایو چې که د منځنۍ ختیز باندې چېرته دغه جګړې روانې او بالاخره اغیزې به زیاتره پر کومو هیوادونو راپورته کیږي سبا ورځ؟ ببینید منطقه خاورمیانه یا این شرق میانه به دو اردوگاه تقسیم شده، دو اردوگاه غیر قرائت شده و غیر قرائت شده. یک اردوگاه موافق با اسرائیل است که در اون شمار کشورهایی که بی‌طرفیشون رو در اینجا تا یک سال به نمایش گذاشتن اینها هم قرار میگیرن. طرف مقابلن طرف معاند دشمن تروریستی اسرائیل است که مقاومت فلسطین و مقاومت منطقه است. حالا که جنگ تا امروز که شما میبینید تا حالا ادامه پیدا کرده که نبردهای در شمال غزه و شهر غزه شدیداً میان قوتهای دشمن و مجاهدین مقاومت اسلامی حماس یا قطعات شهید عزالدین قسام سر القدس اینا ادامه داره، اینو پیامی رو مخابره میکنه برای دشمن که این واقعیت های میدانی است که تعیین میکنه که زمان جنگ چه زمانی به پایان برسه. این مسئله را باید عنایت داشته باشیم که دشمن تروریستی اسرائیل بدون یک برنامه استراتژیک وارد جنگ غزه شده و در این باتلاق بند مانده یا گیر افتاده. کابینه نتانیاهو عملا شما میبینید که دوچار چند دستگی ها است، موافقین برقراریات اشبس و مخالفین برقراریات اشبس که سازمان های رادیکال سیخیونستی هستند. و در طرف مقابل هم میبینید که کشورهای مانند یمن از محور عراق، از محور لبنان حملات کوبنده و حملات مرگبار بر اهدافی در اراضی اشغالی صورت میگیره که ما در هفته گذشته شاهد بودیم که حزب الله لبنان اعلام کرد که ما وارد مرحله دوم عملیات خود در اراضی اشغالی شدیم که او هدف قرار دادن اهداف استراتژیک دشمن است، یعنی این شهر اقتصادی حیفا و بندر عمر اشرا شائیلات یا شمال فلسطین اشغالی که کاملا از سکنه تخلیه شده. درست. و صهیونیست‌هایی که در اینجا در بعضی شهرک‌های مانند کریات شمونا و شهرک‌های المناره و اینا بودن اینا تخلیه شدن. دشمن هم میداند در جنگ غزه که در باتلاق گیر افتاده و در جنگ لبنان هم با آن که دشمن در عرصه اطلاعاتی در عرصه تکنولوژی دست بلند را داره، ولیکن در واقعیت های میدانی که ما میبینیم فعلا جنبش یا حزب الله لبنان این مقاومت اسلامی لبنان دست بلندی را دارد، تلفات سنگینی را بر دشمن وارد میکنه. دو سه خبرنگاری از اراضی اشغالی پیام‌های را به بیرون مخابره کردند که سازمان سانسور ارتش اسرائیل به شدت ما را زیر فشار قرار داده که محلات اصابت موشک‌های مقاومت فلسطین و مقاومت لبنان و مقاومت یمن و همچنان عراق را باید ما پوشش ندیم و گزارش ندیم. در داخل هم خیلی ضربات کوبنده بر اینها وارد میشه و در بیرون هم
امریکایی ها، جمع انگلیس ها، جمع فرانسه یا جمع آلمانی ها قویان در حمایت از اسرائیل قرار دارن و اما این اسرائیل است که بدون برنامه استراتژیک وارد این جنگ شده و تا حالا هم شما میبینید که آنچه که نتانیاهو به دست آورده چی چیزی است. در حالی که برنامه هایی را درست کرده بودند که اگر یحیی سنوار را در جای ما بکشیم باید روایت های بسازیم که در یک گودال حفره بندازیم که ما از اینجا به دست آوردیم. او بزرگ مرد را دیدیم که در میدان معرکه در منطقه تل سلطان به شهادت میرسه و هم با 30 تن از نیروهای دشمن، ضد ترین نیروهای دشمن ای مقاومت میکنه و در نتیجه مقاومتی که از خود نشان میده اینا مجبور میشن از تانک استفاده میکنن و او بزرگ مرد به شهادت میرسه. و اسرائیل هم با آن که اینجا دستاوردی کسب نکرده یک شکست بزرگی در کارنامه شکست های نتانیاهو و همچنان بزال سموتریچ و ایتمار بن غفیر اینها اضافه میشه که او هم در حالی که تبلیغ میکردن که یحیی سنوار در تونل ها است و گروگان های اسرائیلی را سپر خود قرار داده، شما این زمانه میبینید که این مجاهد در یک منطقه زیر درگیر در اینجا به شهادت میرسه در نتیجه برخورد و همچنان مقاومتی که از خود نشان میده. منطقه بخواه نخواه باید به مسئله فلسطین نقطه پایان گذاشته شود، یا این سرزمین با پایتختی بیت المقدس برای فلسطین داده شود و اگر این چنین کاری نشود جنگ ادامه دارد. فلسطینی ها، لبنانی ها، برادران مجاهد ما در لبنان از حزب الله و همچنان جنبش حمل و سایر سازمان های جهادی به این نتیجه رسیدن که دیگر ترس از ریختن خون، از دادن سر، از دادن جان مال دیگه ما نداریم. اینجا وارد میشیم در یک معرکه سرنوشت ساز ایستاد میشیم. حالا شما اصلا نصر الله کجاست؟ یا مثلا رهبران شاخی رضوان حزب الله حالا اونها کجا هستن؟ یا یحیی سنوار و صالح آروری و بالاخره اسماعیل هنیه کجا هستن؟ اینها محاسبه کرده بودن که روز اگر این جنگ بیا جان ما را هم بگیره، سربازان، جنگجویان و همچنان مبارزان وجود دارن، حضور دارن در معرکه که میان در این نبرد می جنگن. دوباره برمیگردم. بخیر باشن. درانو لیدون که لنده دمل رو بیرتر گرزو ملتی همو وکره. به هم خرقلاس استوری مشه. خب دکتر صاحب، برای پایان جنگ چه گام های برداشته شودن؟ خب اگر اجازه بدید من قبل از این که برای پایان جنگ چی گام های برداشته شود یک تفسیری بیان بکنم، یک مقدمه بیان بکنم. ببینین به لحاظ نظامی و به لحاظ اطلاعاتی اسرائیل دستاوردهایی داشته و پیروزی‌هایی داشته، رهبران حماس دون رهبر برجسته اون را ما از میان برداشته و همینطور سه تا رهبر این فواد شکر، آقای صفی الدین و آقای سید حسن نصرالله را هم از میان برداشته. بنابراین پیروزی هایی داشته، ولی این پیروزی ها پیروزی های تاکتیکی هست و پیروزی های استراتژیک نیست. یعنی عملا با تمام توان و با تمام تجهیزات و با تمام پشتوانی قدرت های غربی که داشته اسرائیل پیروزی استراتژیک به دست نیاورده. این پیروزی ها پیروزی های تاکتیکی است. ما میدانیم که جنبش حماس و همینطور حزب الله نهادهایی هستند، سازمان هایی هستند که فرد محور نیست، دارای یک تشکیلات وسیع است و بر اساس باور و اعتقاد و ایدئولوژی اداره میشه. اما به لحاظ اخلاقی به معنای واقعی اسرائیل شکست تمام عیار خورده. این فاجعه‌ای که در غزه به وجود آمده، این کشتاری که در لبنان هست، عملا در واقع در قرن 21 ما تا حالا شاهد چنین بی‌رحمی، شاهد چنین بداخلاقی و شاهد چنین در واقع نقض کرامت انسانی نبودیم. اما شکستی که اسرائیل به دست آورده باز هم این قابل ملاحظه است. تا قبل از طوفان الاقصا یا قبل از این بحران اسرائیل به خودش مینازد که در خاورمیانه در دست برتر را دارد و دارای سلاح‌هایی هستند که اونها در واقع ضد موشک هستند و چند لایه هستند. عبور از اون لایه‌های دفاعی عملا امکان پذیر نیست. عملا گویا تمام سرزمین های اسرائیل در میان از حصاری از تکنولوژی و موشک های ضد موشک در واقع استقرار داره. ما میبینیم که عملا در اسرائیل فعلا جایی نیست که
نیروهای مقابلش در اونجا دسترسی نداشته باشد و در اونجا رو مورد حمله قرار ندهد. و حتی میبینیم که مقر بنیامین نتانیاهو مورد حمله قرار میگیره، اتاق خوابش مورد حمله قرار میگیره و اساسا هیچ شهری نیست که در اونجا آژیر خطر به صدا در نیاید و یا اسرائیلی ها به پناهگاه پناه نبره. و این شکستی کمی نیست و این در واقع خسران کمی نیست. یعنی عملا شما تا قبل از این در واقع می دیدین که همیشه سخن در مورد دفاع های ضد موشک بود، ولی عملا الان دیگر سخن از این موارد نیست. ولی در رابطه با سوال شما، ببینید ما یک سری گام های موقتی و آنی داریم برای پایان بحران و یک سری گام های استراتژیک و بلند. در قدم اول، در کوتاه مدت، اسرائیل باید دست از کشتار بردارد، دست از جنایت بردارد، بیدرنگ باید غزه را رها بکنه، این سرزمین را به ساکنان اصلی اون واگذار بکنه. همون گونه که حماس اعلام کرده، اونها هم خواهان مذاکره است، یعنی در واقع اسیر در برابر اسیر. اونها حماسی ها گفته که ما نیروهای شما را یا اسیرای شما را آزاد میکنیم به شرطی که شما هم بندی ها و اسیرای ما را آزاد بکنیم. در نتیجه یعنی راه حل داره. و بعد مسئله بعدی ما میرسیم یعنی به آتش بس پایدار و در بلند مدت تنها بحران خاورمیانه با به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت برای فلسطینی ها در واقع حل میشه. یعنی عملا باید در کنار اسرائیل باید یک دولت رسمی و مستقل فلسطینی وجود داشته باشد و در واقع سازمان عضو سازمان ملل باشد و این مردم بتواند در مورد سرنوشتشان تصمیم بگیرد. تا حق مسلم فلسطینی ها که عبارت است از تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی این به رسمیت شناختن نشود، به نظر نمی رسد که با بحران، با تشدید درگیری، با بکارگیری تکنولوژی بتوان مردم را سرکوب کرد و حق اونها را نادیده گرفت. بخیر باشه. نه خیلی شام سه بحث به هم رو چلو و فلسطین حکومت باید پر رسمیت و پیشندل چه اسرائیل باید او منی و لجنیتون چه خلاص و اخلی پر طوله که ده جنگ ده مخنیوی لپاره کمی لار چاری ده ترسو ده جگره مخنیوی ریختیا پا ده سیمه که رامسته شی؟ اول یک مورد را خدمت شما عرض میکنیم، او هم در رابطه با کشورهایی که در باب جنایات رژیم تروریستی اسرائیل و حامیان غربیش در غزه و کرانه باختری و قدس شریف و لبنان خاموش هستند. یک روایت در برگ‌های تاریخ ما وجود دارد از حکومت مسلمانان در اندلس. در بازه زمانی قرن 400 تا سالهای 400 تا 480 هجری قمری، کشور اندلس که فعلا اسپانیا بر از او حاکم است، دچار درد ملوک الطوائفی و تجزیه شد. آلفونسوی ششم که حاکم اسپانیا بود هر روز بر سرزمین های این مردم هجوم می آورد و بالاخره در یک جای هجوم می آورد، جای دیگری جزیه تعیین می کرد و فشارهای مالی را بالا اینها می انداخت. بالاخره معتمد بن عباد که حاکم یکی از این سرزمین ها در داخل اندلس بود، همه حاکمان یا ملوک الطوایفان این سرزمین ها را جمع کرد و همچنان علمای دینی را جمع کرد و گفت که بیایید یک لشکری تشکیل بدیم تا پیشروی جاه طلبی های آلفونسوی ششم را ما بگیریم. بالاخره ملوک الطوایف گفتند که ما از چه طریقی؟ گفت که یوسف بن تاشفین که در مراکش حضور داره و حکومتی داره او را میاریم. اینا گفتن که او بیاید حکومت را در اینجا بگیره، بالاخره بر ما چیز نمیته و او در صدد حاکم شدن خودش در این مناطق است و الحاق این سرزمین ها به سرزمین خودش است. بعد معتمد بن عباد یک جمله تاریخی را گفت، گفت برای ما چوپانی شترها بهتر و به مراتب بهتر است از چوپانی خوک هاست. حالا هم همین است، اگر مقاومت فلسطین، مقاومت منطقه خطش بشکنه، دامنه اینمی
پایگاه نظامی امریکا در این اراضی اشغالی بالاخره روزی به مکه و مدینه هم میرسه. خط سرخ و یک تلنگر نیرومند است برای همگی که همگی باید بدانه، اویی که در افغانستان است، اویی که در پاکستان است، اویی که در عربستان است، اویی که در مصر، هر کجایی که است، اکابر یهود یا صهیونیست، برنامه‌شان همین است که چگونه بتوانند سیطره خود را، جغرافیای خود را یا یک کشور بزرگ یهودی صهیونیستی را اینا گسترش بدن. برای پایان دادن به جنگ غزه بزرگ مردان راه خدا در جبهات خود استاده هستند و از کیان امت اسلامی و سرزمین فلسطین مقدس دفاع میکنند. بسیار تشکر. و اما آنچه که برای ما باقی میمانه، ما که جدا از حکومت ها هستیم، ما از حکومت ها نمایندگی نمی کنیم. تحریم اجناس تولید شده اسرائیل در کشورهای ما برای ما یک برنامه باشه و هم یک برنامه مبارزاتی و همچنان تولید کالاهای کشورهای غربی مانند امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان که در حمایت از دشمن تروریستی اسرائیل قرار دارند، تحریم اینها باید جز برنامه های مبارزاتی ما باشه. قدرت یهود بر مبنای پایه های اقتصادش است. اگر شما این کالاها را تحریم بکنین، این پایه ها فرو می ریزد، بالاخره قدرت یهود از بین میره و این پایان کار اسرائیل خواهد. بسیار تشکر. رای حال را شما چه میبینید دکتر صاحب؟ بحث به پایان میرسونیم. من عرض کردم که راه حل کوتاه مدت آتش بس، خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی، حق در واقع احترام به کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر و قواعد حقوق بشر دونه و در بلند مدت تنها راه برای پایان دادن بحران 70 سال بیش از 70 ساله خاورمیانه، تشکیل دولت اسلامی فلسطین با پایتخت قدس شریف است. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب و هشام سرادوار من اونو زخم مندن چه بس که ما گردون وکرلا درانولیدون کلا تاسو هم مندن بس پر همدیزه پایتر سو تربیه خیچاره.